اعضای برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی که پیش از این مسئولیت مشکلات در نهادهایشان را بر یکدیگر می‌انداختند، اکنون در اینجا گرد آمدند و یک جا حکومت را به صدور فرمان‌های خودسرانه و قانون شکنی متهم می‌سازند. اگر نظام جنگل است، هر چیز در این مملکت ممکن است که تا حال هم همونطور پیش رفته متاسفانه. و اگر ما بالاخره گوسفندهایی هستیم که در دم گرگ بالاخره بلعیده میشیم، هیچ از امکان بعید نیست، اما اطمینان دارم که ملت عزیز ما بیدار خواهد شد. عبدالبدی صیاد رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات میگوید او و دیگر کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی آماده پاسخگویی به دادگاه هستند. پرون چی کلا غیر مسئولانه د افغانستان امنیتی حالات په نظر کې ننیول کیږي او په ډیره یو وحشانه توګه باندې ټولو کمیشنرانو ته حکم صادریږي چې خپل وسلې او خپل ګارډان تسلیم کی. زه یو مجاهد یم، یو روسی ته ما خپل وسله نه ورکړې، اما قانون ته د غاړې ایښودلو په خاطر باندې موږ د چا مقابلې ته نه یو راوتلي. د دې توان مې درلوده چې یو ساعت د یو لښکر سره مبارزه او مقاومت وکم، اما د قانون لپاره موږ قانونیت ته غاړه ږدو. د هغه چا چې دغه قوانین صادر کړي دي هم د هغوی څخه هم غوښتنه دا ده چې قانون ته غاړه کیږدي او د قانون مطابق کمیسیونونو ته اجازه ورکړي بې د مداخلې نه. این کمیشنران برکنار شده کمیسیون های انتخاباتی حکومت وحدت ملی را به دخالت در کار کمیسیون ها نیز متهم می کنند. در شخصیت کشی پروژه باید پای ته ورسیږي. دغه کمیشنران د یوې شفافې پروسې له لارې چې د غوراوي کمیټې بیا رئیس جمهور ته او خپله رئیس جمهور بلکې د دولت رهبرۍ د دوی څخه امتحان اخیستی و دوی په دندو باندې ګمارل شوي و. حکومت رؤسای دارالانشای هر دو کمیسیون انتخاباتی را تا گزینش کمیشنران تازه سرپرست این کمیسیون ها اعلام کرده است و اعضای پیشین این نهادها را ممنوع الخروج اعلام کرده است.